من فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس هستم. وطن وطن من شکوفه سخن من که زن و مرد در اسلام از نیروهای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن له الحمد هي ويميت وهو على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خانواده شریف مسلمان افغانستان، خواران برادران گران قدر در سر تا سر جهان و جوانان نازنین هم از دختر و پسر که حقوق شما از نگاه مدنی مساوی مطلق است در اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، امروز روز سه شنبه 4 آگست 2020 میلادی در خدمت شما هستم و قسمی که هفته گذشته بر شما وعده کردم، امروز پوهان پروفسور شفیق یونس استاد نباتات طبی افغانستان و فارماکولوژی که در فرانسه زندگی میکنه در سر خط دارم و پیش از او که در پای صحبت استاد بشنیم میخواستم که عید سعید اطهار گذشته بر همگی تکرار تبریک عرض کنم و از این که ما نتانستیم که به همگی زنگ بزنم و به همگی مسیج ها و واتساپ و مسیج و مسنجر و تلفون خانه ما جواب بگویم، ما جدن معذرت میخوایم و مرا به من بزرگواریتان ببخشین. و دومی که امروز برنامه 15 دقیقه ناوقت شروع شد به خاطر از یک مشکل تکنیکی داشتیم، از طرف خود و همکاران معذرت میخوایم و پیش از که وقت زیادتر چی شوه به اصطلاح زایی شوه میریم در پای صحبت جناب پوهان پروفسور شفیق یونس که در مسئله احساسات نباتات در محیط زیست و محیط که زندگی میکنیم امروز صحبت میکنن و این دفعه اول است که در تلویزیون آریانا افغانستان میمان ما هستن. و جناب دکتر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم فرید جان، سلام فراوان. اول تر از همه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، من سلام احترام تقدیم میکنم به تمام کارکنان تلویزیون شما، یعنی تلویزیون آریانا افغانستان و به خصوص آقای مسکینیار. امیدوار هستم که سلامای مرا بپذیرن و محبت مرا قبول کنن. ما پیش از همه گپای خود خدمت شما عید سعید اطهار را تبریک میگم و از بارگاه خداوند آرزو میکنم که تمام وطندارای ما را چی در داخل کشور هستند و چی در خارج کشور، خداوند عید سرشان به خیر و به عافیت گذشتانده باشه و در آینده هم عیدای خوش و با صحت و سلامتی کامل نصیبشان بگردانه. آمین آمین. دیگه ما در این روزا میفهمین، شما میفهمین، ما میفهمم که یک بیماری در سر تا سر جهان پخش شده که نامش کرونا یا کووید 19. ما امیدوار هستم که از به دربار خداوند التجا میکنم که این بیماری را از سر تا سر زمین به خیر عافیت که به خیر مردم زمین است نیست و نابود بگردانه. آمین آمین. ما به این عمل کرده خداوند جل جلاله او ایمان قطعی داریم، چرا که از همه چیز پیشتر بگویم که خداوند خودشان در کلام برحق خود فرمودن و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو احون علیه و له المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. یعنی او خدایی است که آفرینش آغاز میکنه و باز قادر است که آفرینش گویا مکرر بگردانه. او این کار برای خداوند آسان است و در آسمان ها و زمین مظهر قدرت، مظهر والای قدرت است و
خداوند همیشه مقتدر و داناست. بیشک باران و برادران عزیز و گرانقدر، من امروز کوشش میکنم که چون که 15 رقم تلف شده نه شما جناب استاد، شما 15 دقیقه متوجه نباشین، بر ما 15 دقیقه زیادتر دادن برای از یک برنامه نا وقت شروع میشه، میتونین که آرام صحبت کنین و مطالب که شما دارین بر ما بگوین. ان شاء الله رحمان. دیگه ما به تمام خواهران و برادران گرانقدر و عزیزم که امیال مرد ممکن در سرطان میشنون، بازشان در افغانستان و بازشان در امریکا و اروپا و کانادا، میفهمم که بسیار دوستای زیاد دارم در همه جای و خصوص کسانی که در سابق شاگردم بودن و بعدا همکارم شدن و تا امروز همراهشان یعنی مراوده دارم، میفهمم که مرا گوش میکنن. خودشا کل مردم، کل کسانی که مرا میشناسن میفهمن که من تقریبا زیادتر از 50 سال در پهلوی تدریس علوم گیاهشناسی مثل تصنیف نباتات، مثل خلقت نباتات در ادوار جیولوژیک، مثل فیزیولوژی نباتی و مطالعه انساج نباتی و غیره، و هم تدریس گیاهان طبی، غذایی و سنتی در امور در تمام اموری که به نباتات وابسته بوده و یک ربطی داشته، ما هم درس دادیم و به همکاری همکارای خود، چرا ما هیچ یک محقق، هیچ یک استاد، هیچ یک پروفیسر یا بوهان بگویم نمیتونه به تنهایی خود تمام هم تدریس کنه و هم تحقیق کنه. لذا در پالوی من همیشه همکارای من بوده و من از اونا بسیار ممنون و متشکر هستم، چرا تمام تحقیقاتی که من کردیم در حقیقت اونا من کمک کردن، ثمر تحقیقات از اونا هم هست که هیچ وقتی ده نباید من فراموش کنم. اما اکثر تحقیقات من به صورت عمومی متوجه ترکیب کیمیاوی، یعنی مواد کیمیاوی که در نباتات طبی و غذایی می باشن متوجه از او بوده، و خصوصا بعد از اینکه من ساختمان یا ترکیب کیمیاوی نباتات طبی و غذایی را مطالعه کردیم، و خصوص نباتاتی که در حفظ سلامت بدن نقشی داشته باشن اونا را مطالعه کردیم، بعد از اون کوشش کردیم که تاثیرات نباتات مطالعه کنم. تاثیرات نباتات در سر اول سر ساعت سلامت بدن و بعد از اون دیگه تاثیرات دیگر، و این را من باید بگویم که در طول این مدت زیادتر از 50 سال من هر سال دو دفعه و سه دفعه و حتی بعض سال ها بیشتر از اون در برای مختلف جهان، ای چطور یک اگر فکر کنیم که مثلا چین نرفته باشم، ما تا چین هم رفتیم، چین و مچم اگر خودم نرفتیم، اگر خودم شخصا یعنی من اعتراف میکنم که همی چین هیچ خوشم نمیامد. یک شاگرد ما بود فرید خلوقی نامش بود از مراکش، وقتی که چینایی ها مرا دعوت کردن، من فرید خلوقی رو پیش خود خواستم، گفتم فرید جان خودت چیز هستی، اما نامت شفیق یونس هست، فکر کن که نامت شفیق یونس هست، فقط اینی ها میانه چیزایی که من در اونجا باید بگویم گفتنی هاییم، گیره بگی و این همه خودت برو به ایوازم، یعنی همیشه تو کارها رو کردیم. دیگه در کشورهای اروپایی هیچ یک اروپایی نیست که ما در اوج برای کنفرانس و برای ارائه همی ثمر تحقیقات علمی خود نرفته باشم. خب خلاصه ای که من در طول همی 50 سال در حدود بیشتر از 100 یا 150 کنگرس و سیمینار بین‌المللی خودم شخصا اشتراک کردیم و یک سالشم شاگردهای خود به وکالت خود روان کردیم، و هر دفعه که در یک مملکت من می رفتم، من خدا مغفرت کنه پدر مرحوم مرا، همیش یکی از گفتهایش همی بود که می گفت بچیم خداوند ما را دو چشم داده، این چشم تنها برازی نیست که ما امترکای سطحی ببینیم، این چشم برازی است که در هر جایی که آدم میره هر چیزی که میبین آدم بسیار بدقت ببین آدم. این بسیار یک موضوع مهم آن برای من ثابت شد که همی گفت پدر من خداوند مغفرت شد جنت جایش باشه، یک گفت بسیار عمده
اساسی بود، چنانچه که وقتی که من در گلران رفتم در اثر مشاهده بود که من عامل مرض همون شکم پرباده که یافتم، یا وقتی که در مراکش سفر کردم در اثر این همین مشاهده بود، این همین چشم دید بود که من دیدم که در تمام شارای مراکش مردم نسبت به ایساویره مسنتر معلوم میشن، مویایشان درست خوبتر نیست، در حالی که در ایساویره کل مردم حتی یک مردی که 70 سال است یک رقم پیشمه 55 ساله معلوم میشد. این همی که خداوند به ما دو چشم داده که ببینیم، این یکی از گپایش این همیست. این حال وقتی که من احساس یا احساسات نباتات امشو میخوایم گپ بزنم در برابر عوامل محیطی، گویا میبینیم که تمام نباتات، هر نباتی که در هر جایی که هست، در مقابل تمام عواملی که در چارگردش رخ میده یک احساسی داره، و اونمو احساسش ما در بعضی موارد میتونیم ببینیم، لیکن اونموز که باید که یک چشم بینا باشه، رقمی که بیشتر به هر رساندم، چرا که اگر آدم چشم بینا نداشته باشه از پالیش تیر میشه، و مثل که بسیاری مردم فکر میکنن که نباتات گویا یک جهان ساکن است و درک و فهمی نداره و کدام فعالیت به خصوص نداره، این هم ترکایی آدم از پالوی نبات تیر میشه و یک پشت نمیگرده. حالان که امی نباتات و مثل تمام زندجانهای دیگر که خداوند جلو جلاله او خلق کده، درست است که در یک خاموشی کامل زندگی میکنن، نه گپ میزنن و نه حرکت سریع دارن، اما با وجود از یام نمو متوجه یعنی جاندارها یا زندجانهای نیستن که بیخی غیر متحرک باشن و غیر احساس نداشته باشن، اما احساس دارن که آدم ایران میمانه. حتی اینمی گپی که من امروز میگم، اما شاعر بسیار معروف زبان فارسی که در سالهای 800 سال پیش از امروز زندگی میکرد، اما سعدی شیرازی این گپ متوجه شده بود، و چنانچه که میگه: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. پس این همیست که ما باید متوجه باشیم که این همی نباتات که ما اینا را ساکن میبینیم، بی احساس میبینیم، همه گیشان در برابر امور طبیعی احساس دارن. یک مثال بسیار ساده، فرض میکنیم که ما و شما در یک تاکو هستیم. در تاکو عموما در هر جای دنیا که باشه، در افغانستان هم بود، در اینجا هم هست، در تاکو عموما یک کلکین یا دو کلکین میباشه، باقی مان ایک کلکین های کلان نداره که بسیار روشن باشه. این در اینمی تاکو بگیرین تجربه کنین همی گفه، یک گلدانه که در موبینش یک نبات شانده شده باشه، اینمی رو ببرین در این تاکو بانه، یک دو سه روز چهار روز ماتل کنین، سه چهار روز بعد وقتی که شما رفتین پس در تاکو تا شد این همین نبات رو ببینین، میبینین که این همین نبات به طرف اونمون یک کلکین یا دو کلکین که هست یک کمک تمایل پیدا کرده، یک کمک خم شده، یا به اصطلاح برگایش اونمون رفته. این همین یک احساس است در برابر یکی از عوامل ایت زیست. یعنی مانای دیگه پیست که نبات، هر نباتی که باشد، به طرف جایی که یک منبع نور است، به طرفی که روشنی است، اونمو تمایل پیدا میکنه. این همی یک احساس است. اما اونموز که گفته حضرت سعدی، هر ورق هر ورقش دفتر است، هر برگش یک دفتر است از معرفت کردگار. اونم هر برگ درخت برای ما یک پند است، برای ما یک آموزش است، یک چیزی رو برای ما می آموزن. یا مثلا میبینیم که بسیاری از ما و شما میشناسیم این نبات که نامش افتوپرست میگن، گل افتوپرست. گل افتوپرست در هر جای دنیا که هست، صبح روی گل به طرف آفتاب برآمد است. این حال وقتی که اینمی آستاسا افتو از شرق به طرف غرب میره، به طرف غروب میره، اینمی گل افتو پرست رویش پیوسته از تمام طول روز
کنیم اون هفته است، تا که وقتی که میبینین صبح که میخیزین از خواب میبینین که روی در طرف شرق است، لیکن وقتی که شام برین ببینین میبینین که روی گل به طرف غرب است. پس اینمی هم احساس اونمون نور است که نبات داره. با امی گزارش بسیار مختصر که من دادم گویا گفتم میتونم که نباتات احساس دارن. نباتات در برابر عوامل خارجی، عوامل محیطی یک حس دارن. اینال ببخشید من در خدمت شما کسانی که مرا گوش میکنین یک کسی که عجیب برتان میکنم، و کسایی کسی که برای اولین دفعه در چیز در یک اخبار ساینتیفیک یعنی انترنیشنل جورنال آف پاراپسیکولوژی یک مقاله نوشته کرد، او یک عالم گیاهشناس نبود. در مورد همین احساس نباتات او یک خانم پلیس بود. این خانم پلیس، خانم بکستر نامش بود، مامور پلیس جنایی بود در یکی از ایالات متحده امریکا. اینال وظیفه از این خانم چی بود؟ وظیفه از این خانم اینمی بود که مجرمین بر از این معرفی میکردن میاردن. با شما میفهمین نونه در این فیلم ها و در این سریال ها و در اینجا حتما دیدین که یک ماشین است که الکترودایش در جان از او مجرم در کلکش یا در دستش بسته میشه و ماشین چالان میکنه. وقتی که از او مجرم او پلیس سوال میکنه، اگر راست بگویه ای چو خط در افقی است، و اگر نه که یک دروغ گفت، یعنی دروغ وقتی که میگه در حقیقت مخالف مغز خود گپ میزنه، مخالف قلب خود گپ میزنه، اونم اواله در حرکت میایه و یک گراف رسم میکنه مثل الکتروکاردیوگرام واره. اینمی خانم پلیس در یک روز هیچ کسی نداشت برای تحقیق، و به اصطلاح ما شما اتو بگویم که در دفتر خود چشته بود، دقا آورده بود. یک دفعه نظرش افتاد که در اونجا در اتاق کارش یا در دفترش یک دانه چی بود، یک بوته که نام فارسیش اگر ترجمه کنیم خون اژدها میشه، لیکن به زبان انگلیسی دراگنز بلد تری میگنش. یکی از نباتات زینتی است که عموما در این اتاقای دفترها و در مثلا در مغازهای همی چیز نامش سوپرمارکت ها و در آپارتمان ها و در هر جایی رو میمانن، یک نبات سبز مقبول است، یک نبات زینتی است. لذا این خانم پلیس گفت یعنی همی یک کار میکنم که همی یک ذره عود همی گل مندازم، بیچاره تشنه شده خشک شده. خب خیست رفت و او آورد و در بیخزی او پتا یک دفت در دلش گشت، گفت باش که من یک دفعه امیر چک کنم که وقتی که یک آدم تشنه می باشه من او میتونش این عکس العمل نشان میده، یعنی اونمو الکترو امو سامانی که تیش مجرمین تحقیق میکنه اونمو در حرکت میایه. باش باید اون امی علف هم امی نبات هم کدام عکس العمل از خود نشان میده یا نمیده. خویی گرفت امی دو تا الکترو در زیره در برگاه از این نبات نصب کرد امی خانم بکستر که مامور پلیس جنایی بود. تکرار میکنم چرا که باز تکرار چرا کردم، به خاطر از این که ما بفهمیم که اینمی خانم یک بیولوژیست یا یک نباتشناس یا یک عالم مچم که در رشته های ما مردم نبود، فقط یک پلیس بود که مجرمین محکمه میکرد یا پرسپال میکرد و پرسجوی میکرد تا که جرمش ثابت شود. وقتی که این الکترودار در این نبات شان با مجرد که همی گلاس اوه در بیخ از این نبات خالی کرد، دید که این نبات یک عکس العمل نشان داد. این بسیار زیاد متعجب شد، به تعقیب از او یک کار دوام کرد گرفت، چون که امون روز من پیشتر عرض کردم که بیکار بود، هیچ کس بر تحقیق نداشت. گرفت همی پیاله کس قهوه خوده، همی یک برگ از این نبات در این پیاله یک چاخ کرد، یعنی در یک حالتی که بسیار از توان از نبات بلند بود، دید که همی گراف به اندازه به شدت یعنی گراف رسم شد،
که مثل که اونمو دوز اعتراف میکرد از دوزی خود. اینمی اولین امو چیزی بود، مدرکی بود که گویا ثابت ساخت که امی نباتات در برابر امو عوامل بیرونی چی دارن، یک احساس دارن و یک احساسات نشان میتن. اینمی کار خانم بکسر در سال و گمانم در سال 1968 صورت گرفته بود. در اون سال در اون مجله که پیشتر خدمتتان نامش یاد کردم، در اونمو ای به چاپ رسید و کل علمای گویا یا دانشمندای رشته های بیولوژی و تلپا از این گپ خبر شدن. وقتی که این گپ خبر شدن، بعد از او باز کوشش کردن که هر کس کوشش کرد به نوبت خود بگره و چی کنه، همین یک تجاربی را انجام بده که بفهمن که نباتات احساس داره یا نداره. دیگه یک کار دیگه هم باز می خانم پلیس که دیدم خو ایره در اون مجله نوشته نکده بود که من دروغگوی نشوم، در اون مجله که بیشتر من نامش را برای شما گفتم، لیکن این خودش حکایت کرده بود بر دوستا و رفیقای خود که اینال وقتی که فکر کرد که نباتات احساس دارن، گفت والا امکان داره که اینمی نبات ما به عوض اینمی الکتروگراف که یک سامان تخنیکی است، عوض از اینمی نبات اتاق خود استفاده کنه. اما تو در فکرش بود. خوی یک روز دمی ایالات متحده امریکا در یک سوپرمارکت یک آدم یک حمله کرد. خو شما خبر داریم در امریکا هر کس آزاد است، میتونه که تفنگچه داشته باشه و مسلح باشه برخلاف ممالک دیگر غربی یا ممالک دیگر. برخلاف دنی مقاده سوپر مارکت ای آدم در آمده بود به قصد گرفتن امو پیسه از امو کشر، ای تفنگچه خود کشید یک فایل کرد. اینال فوراً پلیس چی کرد که اینمی مغازه را کل میشه احاطه کرد که هیچ کس اجازه خروج نداشت. معلوم داری مردکه تفنگچه را فایل کرد، تفنگچه خود در اونجا کدام جای انداخ خلاص. اینال بازمی آمر پلیس همی ماموره پلیس یا خانم بکسر در یک اتاق شش تو امی نبات آورد ماند و امی آلی سخت در برگاه از او چسبان. گفت اینال یک نفر ببخشیم یک نفر در این اتاق گه، یعنی کل کسایی که درون مغازه بودن، چی کارگرش بود و چی مشتری بود، هر کس بود، یک نفر میامد و از پیش از یادم از پیشوری همین نبات تیر میشد. یک دفعه خود میبینین در یک سوپرمارکت 300 نفر 400 نفر بلکه 500 نفر میباشد. این همی آساسات تیر شده رفتن و تیر شده. یک دفعه یک نفر همی آمد در این اتاق که در آمد یک دفعه الکتروگرام همی ماشین به تپش آمد و یک گراف رسم کرد. آی خانم پلیس همی مردکه را گرفت و بعد از او باز گفت کنال دیگه دیگرار اجازه بتین که برن. خب کل مردم رفتن، بعد علایده ایره دوباره تحقیق کرد، یعنی تحقیق هم همراه از او ماشین و هم به زبان. بالاخره یادم اعتراف کرد تا میخواست که همون پیسر از داخل بگره، چون که همون فروشنده یعنی کسی که در سر دخل می باشه و پیسر ندارد، یا مجبور شد که فنکی خود را بکشه در آزمان فایل کنه تا که پیسه را بگیره. اینه ببینید که پس نباتات یک احساس داره. اینال با درک و مطالعه تمام اینمی گپا چندین نفر از دانشمندای گیاهشناس بگویم یا بیولوژیستا بگویم خواستن که یک تعداد تجارب مشابه انجام بدن که آیا دور از گپای از او خو یک پلیس بود، یک عامل پلیس بود، این گپای از یک قد داره نداره. خب از اون جمله کسایی که این تجارب انجام دادن، یکیش نامش ریتالاک است، در 1975 تجارب انجام داد، یکی دیگهش واینبرگر است، یک آلمانی است، در 1979 یعنی 4 سال بعد از او، و بالاخره همکار از این واینبرگر یک جوان بود میزور است نامش بود، از ریز اینا آلمانی بودن، در این تحقیقات انجام دادن. لیکن با هزار تأسف بگویم که اینا تحقیقات خود قسم انجام دادن که اطور از وسایل معیاری یا طریقه های معیاری و دقیق استفاده نکرده بودن، لذا
فرانسه، مثل که گفت بیشتر برادرم فرید جان، ما در اینجا درس خواندیم، ما جوان بودم، اکثر کسایی که ما همراهشون رفت آمد داشتیم و رابطه داشتیم، اونا به صورت عمومی همی اشخاص مسن بودن. در جمله اشخاص مسن، خانمای مسن زیادتر بود. این همی از جمله خانمایی که ما همراهشون رابطه داشتیم، باز از خانما اما تو میگفتن که ما در خانه خود نباتاتی که داریم، هر روز اگه بر از اینا یک قصه بگوییم، یک ساعت اینا را نوازش کنیم، یک ذره توجه کنیم به این نباتات، اما رشد و نموی از اینا بهبود پیدا میکنه. اینی گفا کلش در گوش ما بود و اونمطور که خدا مغفرت کنه پدر من گفته بود چشم با چشم بینا باشه، اونمطور من میگم که تنها چشم بینا کافی نیست، گوش هم باید شنوا باشه. اون از اون خاطر است که یک 10 سال پیش به خرم یا 15 سال پیش خود ما تصمیم گرفتم که اینمی احساس نباتات در برابر عوامل محیطی مورد مطالعه و مورد تحقیق قرار بدم. اینا مسائل روشنی و تگپا اوقدر چی نیست، یگانه چیزی که در فکر ما آمده بود اینمی بود که او هم یکی از زمان سرگذشتایم است که یک زمان قدیم که من در هندوستان برای کنفرانس رفته بودم، در یکی از شعرهای هندوستان متوجه شده بودم که زمین چار گرد زمین گندم که کشت کله بود همون دیقان در این همینجا همی آلات موسیقی و همون وطنی همون ملک بود و موسیقی میمان. من پرسان کردم که این موسیقی رو چرا ماندی؟ گفت که وقتی که من این موسیقی رو در اینجا میمانم آسل گندم بلند میره. این در گوش ما بود، لازم آمدم گفتم بیا یک طریقه میاری رو انتخاب میکنم و امی امواج صوتی رو تاثیرش سر نباتات خود من شخصا مطالعه میکنم. در این کار بازار تأسف بگویم یا من چیم چی بگویم، در این کار من تنها بودم، یعنی او وقت هنوز ما به پروفیسری نرسیده بودم و لحاظا همکار از نداشتم که پیزیس دکتری خود پیشمه پیر کنه یا ماستری خود و این کار انجام بده، و لحاظا خودم تک تنها بودم. اول کار کردم یک تاکو انتخاب کردم. تاکو چرا انتخاب کردم؟ از خاطر که در اروپا یا در امریکا شما خودتان نفهمین که در هر جایی که باشه همین نزدیک سرک که بود آواز موتر است، هیچ آواز که نبود آواز موتر است، و اینمی گویا تاثیرات امواج صوتی را که من میخواستم مطالعه کنم سر نباتات، این امواج صوتی که از موتر باشه چی موسیقی باشه چی باشه یک موج صوتی امو مطالعات ما را برهم میزن. از اون خاطر من یک تاکه را انتخاب کردم. این مرحله اولش اینال وقتی که من در این تاکه را رفتم، اول خو امو آلات ثبت ماندم که گوش کنم که چقدر ایجاز انکاس میکنه، آیا ثبت میشه همین آواز تو گپا یا نمیشه. دیدم که آواز بسیار بسیار کم ده تاکه و بسیار کم امواج صوتی میرسه، اما با وجود از یا به خاطر مطالعه تاثیرات امواج صوتی سر رشد و نموی نباتات، من گرفتم چند دانه صندوق ساختم، صندوق از چوب ساختم، از چوب ساختم برای که اینال این نباتات ما باید در دو محیط مورد مطالعه قرار می دادم. یکی در محیط مایع که او مواد غذایی که نباتات ضرورت دارن که ما مثلا پارو می گیمش در محیط مایع مورد استفاده می کنم، و دیگر در سر خاک. برای کار لحاظا ما اول چند تا نبات انتخاب کردم که لوبیای سرخ بود، لوبیای سفید بود، دیگه گندم بود، دیگه جو بود، دیگه اونو کنولا که میگن روغنش چی شرشن بود، اینیا رو انتخاب کردم که ام کشت میکردم و ام در مابین تیوبای یا مابین بوتلا من امو مواد غذایی مایه مانده بودم، اینا رو به 3 صندوق تقسیم کرده بودم. اینا رو 3 صندوق چرا؟ در علوم بیولوژی یا در علوم گیاه نباتات
یک صندوق کار بود برای نباتات شاهد. نباتات شاهد اونمون نباتات رو من میگم که در اون صندوق هیچ دم موج صوتی وجود نداشت و در یک صندوق دوم موج صوتی وجود داشت، لیکن این موج صوتی خفیف بود، ضعیف بود که ما او را موسیقی چی میگیم، مثلا موسیقی کلاسیک میگیم. و در صندوق سیم در اینجا موسیقی پاپ بود، یعنی که بسیار دم بود، دم بود، دم بود، دم بود، دم، مثل که در تمام آروسی ها که آدم میره اینمیاله مغزای سر آدم میبره برای ازی که صدای موسیقی بسیار شدت داره. این از این ای سه لازه سه صندوق شد. یکی صندوقی بود که در اون نباتات شاهد بود، یعنی شش صندوق، چرا در یک صندوق وای مایی بود، در یک صندوق گل، در یک پس دو صندوق، یکی مایی شد یکی گل که در اون ایت ساوت نفوذ نمیکرد، یک صندوق، دو صندوق دیگه یکی مایی یکی گل که در اون موسیقی کلاسیک بود و صندوق و دو صندوق سیم که در اون او گل بود و در اون موسیقی اون شدید بود. ناله ما هر روز 8 ساعت در این صندوق ها، اول خود صندوق ها رو براتون بگویم، این صندوق ها که بودن گویا چی بودن، صوت از بیرون داخل شده نمیتونه، چرا که صندوق ها رو من خودم شخصا ساخته بودم. این صندوق ها بیخی مانع صوت بود، چرا که جدار صندوق ها مضاعف بود، یعنی مثلا دیوال راست یا دیوال چپ یا چتش یا هر کدامش که بود، این دو تخته سر به سر بود، مابین هر تخته از 1.5 تا 2 سانتی متر فاصله بود و لحاظا به هیچ صورت هیچ نوع امو موج صوتی داخل صندوق شده نمیتونست. باز طول صندوق هم از عرصه صندوق از داخلش هم میگم 120 سانتی متر بود، بلندیش هم 50 سانتی متر بود و عرض صندوق هم 50 سانتی متر بود. اینال دینمی صندوق ها ما یه الفا را که پیشتر عرض کردم، یعنی گندم و جو و لوبیا سرخ و لوبیا سفید و کنولا را یا همی شرشم کشت کرده بودم و در ماهی مانده بودم. اینال اونایی که در ماهی بود کار ما آسان‌تر بود، چرا که هر روز من میتونستم که اونا را وزن کنم و در این زمان هر روز از طول همی 8 ساعت موسیقی میماندم با دیزو صندوق و دیگه شیط نبود و نور 8 ساعت بود در روزه. اینال اون صندوق هایی که در ماهی بود هر روز وزن میکردم و هم قد نباتات اندازه میکردم، باز مقایسه میکردم و این دو صندوق که سه صندوق گل بود دیش، اینا را من میماندم که نباتات امو به امو رشد کلی خود برسن، اونو وقت باز میکشیدمشان از خاک و خب قدشان هر روز من اندازه میکنم، لیکن وزنشان با داخل اندازه میکنم. در نتیجه تمام نباتاتی که در صندوق دوم یعنی در موسیقی کلاسیک بود نسبت به نباتات شاهد در زود 3-4 سانتی متر قد بلندتر داشتن و اینمطور یک 4 گرام یا 5 گرام وزن زیادتر داشتن. پس معنایش ایست که اینا زیادتر رشد میکردن و زیادتر نمو میکردن. اینال در صندوق دیگهش که موسیقی پاپ بود، موسیقی بسیار شدید بود، در او هم رشد نباتات بسیار سریعتر بود و بسیار زودتر نمو میکردن، بسیار زود بلند میشدن و وزن میگرفتن. لیکن نقص در کجا بود؟ نقص در این بود که اینمی صندوقی که در او موسیقی پاپ بود در ختم یک ماه این نباتات به ثمر میرسید لیکن زود میمرد، زود زرد میشد و خشک میشد، در حالی که در صندوق شاید یعنی که اونجا یک موسیقی نبود، یک صدا نبود، نه در او مایش نه در گل، اونا نموی نرمال میکرد و در صندوقی که موسیقی کلاسیک بود گویا چی میکرد، یعنی نمیمرد، همون سعی نمو میکرد، رشد میکرد و یک تفاوت بود. اینال در نتیجه وقتی که ما گفتم پیشتر عرض کردم که تمام این نباتات اندازه میکردم و وزن میکردم تو گپا، معلوم شد که گویا امواج صوتی یعنی موسیقی سر نباتات یک نقش بسیار عمده داره و امواج صوتی یکی از عوامل محیطی است که سر رشد نباتات تاثیر میکنه. اینال هر
هر کسی که در این رشته ها چی باشه، یعنی دخالت داشته باشد، از خود سوال میکنه که چرا این نباتات در اثر عکس امواج صوتی رشد میکنن، و الان که در صندوق شاهد رشدشان بسیار بطیست. اینا از نقطه نظر کیمیاوی، باز پس میایم سر مسئله ترکیب کیمیاوی، در تمام نباتات مثل که در بدن انسان اموچی و وجود داره، چیز نامش هورمونای که گویا قد آدم بلند میکنه، هورمونای تکثر و رشد وجود، این همه تو در بدن نباتات هم هورمونای وجود داره که رشد نباتات یا نمویشان سریع میسازه یا بطی میسازه. اونا را نام کیمیاییشان، نامایشان آکسین هاست و جیبرین ها. اینال در نباتات که در صندوق شاهد بود مقدار اکسین و یا جیبرین بسیار متوسط بود، بسیار کم بود، مثل که در تمام نباتات که صوت برش نمیرسه، اونم مقصد یک نموی نرمال داشتن. لیکن در صندوق دوم چی در مایه و چی در گل که موسیقی کلاسیک بود، در اینجا مقدار اردو آرمانی که من پیشتر نام بردم این یک کمک زیادتر بود. اما در صندوق سیم مقدار این هورمونام از حدود نرمال، از حدودی که در نبات باید وجود داشت، بالاتر بود. اون از این خاطر اینا بسیار به سرعت رشد میکردن، به سرعت به پیری میرسیدن و به سرعت میمردن. اینی تمام تجاربی بود که من انجام دادم و گویا در نتیجه باز میگم که مثل که انسان ها در برابر تمام عوامل محیطی احساس دارن، مثل که حیوانات در برابر عوامل محیطی احساس دارن، این همه طور نباتات هم در برابر عوامل محیطی احساس داره که او را ما متاسفانه نمیبینیم، و چرا که در نظر عام نباتات موجودات چیز هستن، موجودات ساکن هستن، موجودات بی حرکت هستن، موجودات بی احساس هستن، در حالی که تو نیست. تمام زندگانی که خداوند خلق کرده همه ایشان احساس دارن. این تفاوت ما بین همو انسان و حیوان و نبات وجود نداره. و برای مزید معلومات برای کسایی که اگر علاقه بگیرند یپا، ما چندین سال پیش بگمانم بعد 10 سال پیش یک کتاب نوشته کرده بودم که جهان نباتات مظهر قدرت الهی. دیگه تنها این مسئله را در اون توضیح زیاد اینجا مختصرش گفتم، اما در اون کتاب که در حدود 300 صفحه است مالونده، در هر مورد ما توضیحات بیشتر داریم و توضیحات موضوعات دیگر را پیشکش کردیم. ما در اون نباتات را مثال داریم، مثل که ما چون در جامعه انسانی و در جامعه حیوانی، حیوانات و انسان‌های موجود هستند که خیر و صلاح را می‌خواهند، مثلا خیرات می‌خواهند، مثلا صدقه می‌دهند. این همه تو در جهان نباتات موجود است که گویا دیگه نباتات یا دیگه حیوانات کمک می‌کنند. این همه تو در جامعه انسانی یا در جامعه حیوانی ظالم وجود داره که حق دیگران را می‌گیره، اون همه تو در جهان نباتات هم وجود داره. این همه تو در جامعه انسانی یک آدم مثلا از خوشحالی یا در اثر یک عامل موسیقی یا دیگه میرخصه، این همه تو در جهان نباتات موجود است که میرخصه. دیگه لازم کلی گفار من در کتاب آورده بودم. حال امروز تنها امی موضوع بحث من ثبوت احساس نباتات در برابر عوامل محیطی بود، و اینمیگه من تانستم که خدمتتان تا جایی که من چیز انجام داده بودم و میفهمیدم خدمتتان به عرض رساندم. دیگه نال اگر کس سوال داشته باشه، معلومدار گفت است که من حاضر هستم به سوالاتتان جواب دم. جناب استاد، یک جان تشکر، بسیار جالب بود. و پس تمام امیس بلبلا که می خوانن، صدای آبشار، صدای سم اسب، نمی فهم شرشر درختان، اینا کلش صوت است، و صوت معلوم دار در خلقت یک نقش بسیار بارز داره، درست است؟ بله بله بله، بدون شک.
یکی یک دو سوال پیشتی که ما در استودیو بیایم یک دو سوال بر ما آمده امیر اگر لطفاً جواب بدین برای از اینکه وقت ما یک چند دقیقه مونده یکی خاصیت زرک چی خاصیت داره زرک و یکی شما برای سرطان سینه چی را توصیه میکنین اول زرک خدمت شما بگویم زرک بیخ یک نبات است اون نبات به زبان فارسی زرشک میگن و برتان اگر ما اجازه بدین ما بر شما نام انگلیسی از ایران میگم که کسایی که علاقه‌مندش باشد و یا به فرانسوی هم میگم در زبان انگلیسی بربری میگنش در زبان فرانسوی اپین وینیت میگنش و در زبان آلمانی بربری میگنش اینا اینمی بطی زرشک یا زرک در افغانستان میروی بسیار زیاد به حیث نبات زینتی ایر کشت میکنن گلای مقبول داره و به خصوص یکی از انواع شفتان ها در عصر حضرت امان الله خان از ایران به کابل آوردن و به قسم نبات زینتی در باغ دارالامان کشت کرده بودن همون وجود داشت انواع دیگه شام بود در افغانستان مثلا در فراد دیده بود در مقار وجود داشت در تنگوارو وجود داشت در جلال آباد وجود داشت در پکتیا بود در نورستان بود در تمام از این مابین ارتفاعات 2300 و 3300 متر همین نبات زرشک بسیار به کثرت میروی شما گفت ما خوش نهیم انشاءالله بله مش نهیم بله به کثرت میروی با این حال برای که کسایی که نامای دیگر اگه بخواهید بفهمند مثلا در بدخشان یه زرغال میگفتن در زبان پشتو چکره میگنش تمام این نباتات گویا زرشک همون بودیم زرشک افاده میکرد اینال میوی عزیده میویش زرشک میگفتن چنانچه که اونمون میگفتن سرخ سرخ هست که در زرش پلو که ما پخته میکنیم میکدیم در کابل اونمون میوای زرش کرد میوای همی گوتر اوکی علی چیز نامش همون در ایران بازی در شیری علی میوای اکار شیری زرش که میگرفتن باز خشک میکردن او رو به نام عمران میفوختن عمران به عین نه به عرف یا به عرف و به عین به عردوش نشته میشه به نام عمران میفوختن اینال از نقطه نظر تاثیر براتان بگویم از نقطه نظر تاثیر به تمام انواع زرشک که پیشتر گفتم که در ایرات میروید یا قندار یا جلال آباد در هر کدامش که باشه الکلایدا وجود داره و این الکلایدا بربرین و بربامین نامشه اینا کلشان تاثیر اصلا خاصیت ضد بکتریایی دارن یعنی ضد عفونی هستن اما تمام انواع زرشک در طب اسلامی از سالها پیش در ضد همی آفات جگر به کار برده میشد برای سرطان کدام چیز نداره یعنی تو سابقه نداره اما جنال ما یک گپ بگویم که هم استوار بروی ریسرچ هایی که ما خود ما انجام دادیم اونمون میوی زرشک که هست که میوی اکای سرخ هست و در زرشک پلو ازش استفاده میکنن اونمون میوه رنگ سرخ داره تمام میوه هایی که رنگ سرخ دارن که چی او زرشک باشه و چی انار باشه و چی آلو باشه و هر چی که باشه خاصیت بسیار شدید انتی اکسیدنت داره و یکی از موادی که گویا یک اندازه از پیشرفت سرطان جلوگیری کرده میتانه اینمی مواد انتی اکسیدنت هست دیگه نامای کیمیاویش لازم نیست مکلش براتان بگویم یعنی مواد انتی اکسیدنت اینمی مواد انتی اکسیدنت در تمام میوه های سرخ به خصوص میوه های سرخ و به خصوص در میوه های که رنگ سیاه دارن مثل بلو بری مثل بلک بری در اینیا زیاد هست و تاثیراتش خود بازر سرطان هست اما خود زرشک بیخش زرک میگن
سینای بلخی بر تداوی آفات جگر به کار برده میشد. از این تنها ابن سینا نه که بلکه دیگر دانشمندا مثل قاسم بن یوسف ابو نصری هیروی، مثل ابن طالب، دیگر اینی از اشخاص یا مثلا حضرت ابو حنیفه، اینا از سرک و از درش از درشک برای درمان آفات چی نام بودن، آفات جگر نام بودن. جناب استاد یک سوال آخری با همراه شما خداحافظی میکنیم. امی در برنامه امید 24 شما را دعوت کرده بودم یک چندین ماه پیش در سر چای سبز پاکتی. اگر شما به طور بسیار مختصر و کوتاه چرا چای پاکتی مضر است امیر بگوین، باز خداحافظی میکنیم. چای پاکتی تنها چای سبز پاکتی نیست که تمام چای پاکتی، چرا بعضی گلای درخت ها و نباتات هست، بعضش برگای نباتات هست مثل تیول تدفا. ما یک کمپانی برای ما 40 نمونه یا زیادتر از اون روان کرده بود که ما اینا را از نقطه نظر معیارات بین المللی، معیارات صحی، در تمام این همی چای های پاکتی یا سر وجود داشت یا باکتری ها بود، یعنی میکروبا بود که سبب اصال و مثلا تگپا می شد، و یا مواد که از پولوشن هوا در این برگاه می شنه، یعنی ایت کدامش قابل استفاده نبود، ایت کدامش. و لحاظا خلاصش این نیست که ما هر کار علمی ده که ما می کنیم در فرانسه قانون نمی تورد که تا 3 سال ما میمانیم برای کسی که این چیز برای ما داده از او استفاده کنه، ثمر تحقیق او که کارش خلاص شد، بعد از 3 سال ما حق داریم که ثمر ریسرچ خود در یکی از جراید علمی به چاپ برسانیم. یعنی پیش از اینکه این 3 سال پوره شود راپور کار خود داده بودیم در کمپانی که برای ما نمونه ران کرد، نفرایش آمد تمام راپورهای کار ما را، کتابچه‌های لابراتواری را از پیش ما گرفتن و واضح و روشن گفتن که ما حق چاپ از این چیز نداشیم، چرا که اگر ما این چاپ میکردیم گویا اینمی بازار چای های پاکتی کلش از بین میرفت. مردم اگر خبر میشد که اینمی قدر مضر است یک کس نمیخرید. و لحاظ ما سفارش میکنم و توصیه میکنم بر تمام وطندارای خود، بر تمام دوست خوارا و برادرای خود که چای بهترین چیزاست، چای چی سیاه باشه چی سبز باشه او قدر تفاوت زیاد نیست، لیکن لطفا او نموره چای تولکی بخرید نه پاکتی. این خلاص. استاد بسیار تشکر از وقتتان، از اینکه دعوت مرا قبول کردین و آمدین بعد برنامه ما، و دیگه شما بسیار زیاد لطف کردین در این مورد و از وقتتان تشکر میکنم. دیگه کدام چیز گفتنی شما دارین؟ من یک گفتنی دوام دارم که هم دو گفتنی دارم. اول گفتنی من اینمیست برادر عزیزم فرید جان که من تا که توانش داشته باشم و تا که زنده باشم من در خدمت تمام خوارای برادرای خود هستم. هر کس هر وقت که بخواید میتونه که به من تلفن کنه، از من چیزایی که میخواد پرسان کنه من جوابش را میتونم. شما میتونین تلفن ما برشان بده، یک تلفن بیخی شخصی ما و جیبی ما و خانه و هر دردوش میتونین بده. و دوم چیزی که باز روی ریسرچ اتکا میکنه، یعنی ما بسیار ترکاری ها را خوش داریم میخوریم، بسیار مفید آمد، لیکن در جمله ترکاری ها یکیش هست که بسیار کم میخوریم، اون نامش کریله است. اینا لیو کریله درست است که تلخ است، اما و دیسر چی که ما و همکارانم برای 3 سال سرمی ریله کردیم، اما واضح و روشن میگم که از 35% تا 45% شکر خون پایان میاره. کسایی که خدا ناخواسته مبتلا به شکر خون باشن میتونن که
کریله پخته کنن یا خام استفاده کنن، شکرشان پایان حاجت به پیچکاری و انسولین میگپانید. یکی و دویم ایره من حاضر هستم که خط بتم هر کسی که روزی 5 دانه آلو بخوره، هر آلویی که باشه 5 سال پسانتر پیر میشه، یعنی 5 سال پسانتر پوست چملک میشه. این هم من بازم به خدمت هستم، هر کس هر وقت هر امر خدمتی که داشته باشن من در خدمت وطندارای خود هستم و در خدمت خورا و برادرای خود میباشم. آیا شما حوصله دارین که یک نیم ساعت دیگه کت ما باشین یا نه؟ امروز اگر سوال ترا دارین نکنم چی ندارم، میتونم اما دقیقی راجعه بگم چیز گفتنی داشتم راجعه به احساس نباتات گفتم. باز خیلی یک روز دیگه شما را زحمت دارم. یکی از برادرای من به نام فراد جان شفق که در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن، اونا بر من تکس کردن که اگه استاد حوصله داشته باشه باز مطالب دیگه را میخواه بگویه، ما نیم ساعت دیگه برنامه را اسپانسر میشیم دیگه. من و اگه شما حوصله داشته باشین اگه سوالا باشه، لیکن بهتر است که خودم یه هر چیز هم که هست هر قدر که آدم بگوی من میفهمم میفهمم بازم آدم نمیفهمه جسی که جن سیپا یک گپ باید پیش یک کلم سه روز پیش یا دو روز پیش آدم خبر شود زمور اطلاعات سعیتر داره بتان آدم. بسیار تشکر استاد. پیشتر شما از ما سوال کردین دازی بسیار ازدرش، اگه فرض میکنیم ما این همی خبر همین سوال از ما یک سه روز پیش میشد، ممکن است که ما مدارک زیادتر از مطالعه میکردم از این چیزی بود که در فکر خود محمد فوراً، لیکن میتونستم که مطالب زیادتر و بیتر بگویم. دنده باشین دنده باشین استاد. ما دستایتون هم میبوسم. من جناب یک اعتماد میکنم، بازم بسیار زیاد تشکر میکنم از تمام همکارای گرامی تلویزیون آریانا و از آقای گویا. زنده باشین زنده باشین. خواستم که به دوستای خود چند تا گپ برسید و از این که بر ما شما وقت گرفتین تلفن کردین و خواستین که ما یعنی یک پاسره کده باشیم در تلفن، از شما هم تشکر میکنم. به حفیظه جان بسیار سلام میگین. مدو چشم شما فوزیه جان از طرف نماز کنیم شب روزتان بخیر عافیت. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ شما. السلام علیکم. علیکم السلام. بله بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان فرید یونس در خدمت شما هستم. ده دقیقه داریم بفرمایید. سلام علیکم محترم. ما از جمله شاگردای فیصل محترم یونس شفیق یونس هستم برادرتان، لطفا هم شمارش بکن. من در فرانسه هستم، باور کنید من اش گرفتم می لازه و می بینیم. من شاگردایش هستم، لطفا شماره تلفنش بکن مزایم تان نمیشه. بچشم بچشم نمره تلفن کشترم گفتم شمار. الو بله بله میشم. نمره تلفنش شما قلم دارین؟ شش دست در فرانسه 33 را میگرین با شش شا... من در فرانسه هستم، در فرانسه هستم چون کور واری پشت از این استاد میگردم. شما لطفا شمارش بدید. شش شانزده هشت شانزده نه شش سیس سیس در فرانسه که هست شش شانزده چل 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 افتاد پنج سفر شش شانزده شش چل سفر شش شانزده شانزده بله چل چل چهار چل چهار افتاد پنج افتاد پنج. تشکر. نام شما چیست؟ سفر شش شانزده چل چل چهار افتاد پنج همیسته؟ بله بله بسیار تشکر از تلفون تان. انشالله استاد امرای شما به تماس میشه شما امرایش گپ بزنین. خداحافظ. مچ در شهر متس زندگی میکنم. متس در شرق فرانسه. تشکر تشکر. زنده باشین زنده باشین زنده باشین زنده باشین.
کسی دیگه اگر تلفن میخواد بکنه زنگ بزنه، در غیر از او از استاد خدافظی میکنیم. در اوجا در چیز 9 شب است، قدر ناوقت نیست و ما 6 دقیقه دارم. کسی دیگه اگر زنگ میزنه در غیر از او، استاد از شما تشکر میکنم، میتونین گوشک بانین و به خانواده سلام. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. سلام شکر. السلام علیکم. از جناب پوهان پروفسور شفیق یونس تشکر میکنیم و از اینکه آقای فراد شفق در شمال کالیفرنیا خواستن که برنامه را اسپانسر شون برای نیم ساعت، اما استاد گفتن که ما باید پیش از پیش باز مطالب بر ما گفته شه برای از اینکه برایش آسان تر از سر مسائل علمی گپ بزنم. استاد مثال 82 سال است و مالندار به سن 82 حال تقاعد کرده، اما هنوز هم کار میکنه و یک کتاب نوش در آینده نزدیک چاپ میشه به نام علوم قرآن و علوم ساینس امروز. قرآن و ساینس امروز، این کتاب در شاید 2020 یا در شروع 2021 به چاپ برسه. ما یک 5 دقیقه مانده از ختم برنامه، یک دو سوال شما آمده بود در خانه، بر شما جواب میگم. اولی که یک خانم زنگ زده بودن از اروپا که ما در اروپا، و این سوال ما کدام 10 دفعه جواب گفتیم اما هیچ وقت ملمدار در گوش موفانا نمیشنه، که ما در اروپا طلاق شدیم، طلاق اسلامی ما چطور کنم؟ و بله بفرماین فرید یونس، تلویزیون آریانا افغانستان، بفرماین. سلام زیاد جان، قند چطور هستین؟ بفرماین. همچنان بفرماین. پروفسور سوا گفتیم شما یک دفعه گفته بیدیم که ما از بیتنیم از نشریات بامبیان کتاب های اونا را بذاریم، من متاسفانه که میره پیدا کرده نتانستم نشریات بامبیان ها. خب ما میره بر شما اثر معلومات میتونم بر خود عارف جان به تماس میشیم که نمره شما را برش میدم که امرای شما به تماس شود، درست است؟ بسیار تشکر زیاد جان، سلام میگن به خانواده، بسیار تشکر، زنده باشید. ما نشرات بامیان زیاد کتابای فارسی جناب پروفسور یونس نشرات بامیان در فرانسه نشر کرده و تا حال 2-3 دفعه مردم با نشرات بامیان به تماس شدن اما بامیان جواب نمیدن، لذا ما باید که عارف جان در بامیان به تماس شویم و ببینیم کدام نمره یا شماره درست است. یه خانم زنگ زده بودن که در اروپا طلاق شدن و طلاق اسلامی خودت چطور کنن؟ اصل جواب شرعی ایسته که یک زن و شوهر که در یک محکمه خارجی طلاق میشه، نظر به فقه حنفی که 80% مردم افغانستان به او اعتقاد دارن و پیرو مذهب حنفی هستن، در یک و 20% پیرو فقه جعفری هستن، در اسلام وقتی که یک زن و شوهر در یک محکمه امریکایی طلاق میشن یا اروپایی طلاق میشن و قاضی اروپایی یا امریکایی امضای طلاق میکنه، اونمو طلاق در اسلام قابل قبول است و شما با کدام سرتیفیکیت و کدام تصدیقنامه اسلامی دیگه احتیاج ندارین. او کسایی که قوم پرست است و قوم گراست و به شکل قومی زندگی میکنن و هنوز هم میگن نه ما تو را طلاق اسلامی ندادیم، طلاق اسلامی و مسلمی و زبان فرانسوی و پشتو و فارسی نداره، طلاق طلاق است، چی قاضی امریکایی و اروپایی رو فیصله کنه چی قاضی مسلمان فیصله کنه، طلاق طلاق است. لذا شما خانمایی که در اروپا یا امریکا یا کانادا یا استرالیا از محکمه اروپایی و امریکایی طلاق شدین، شما کدام سند برگه دیگه در اسلام احتیاج ندارین که داشته باشین و میتونین که عده شما که پوره شوه بعد از عده شما میتونین که حتی ازدواج کنین. یه خانم دیگه از آلمان زنگ زده بود که چند سال است که من جدا شدم اما مرا تا حال طلاق ندادم. اگر نکاح شما زبانی بوده باشه و شما را زبانی طلاق گفته باشه، شما طلاق هستین. اگر که از 3 زیادتر هم شما جدا بودین و جوان بودین جدا بودین، شما هنوز هم طلاق هستین. اگر که
نکای شما را یک ورق نکانامه وجود داشته، شما باید که وثیقه طلاق داشته باشین. اگر که او آدم نظر به مغز قومی و قبایلی طلاق شما را روان نمی کنه، برای ما در امریکا نشته کنین، قصه تان را در ایمیل نشته کنین، ما بر شما یک سرتیفیکیت طلاق بر شما روان میکنیم. و اگر که در محکمه اروپایی شما ثبت هستین یا در امریکا ثبت هستین، شما باید که طلاقتان از طریق محکمه اروپایی و یا امریکایی شما باید طلاقتان درخواست کنین. برای از اینکه اگر شما به حیث زنش در این کشور ثبت شدین یا به حیث زنش در این کشور آمدین، پس قانون امریکا یا اروپا میفهمه که شما به حیث زنش در این کشور بودین، پس باید که از طریق قانون اروپایی و امریکایی شما باید طلاق شوین. و اوج هم سرتیفیکیت اسلامی جزئی ترین اهمیت نداره، باز اینکه شما هنوز هم نظر به قانون از کشور شما زنش هستین. آیا ما میتونیم پول زکات را به غیر مسلمان بدهیم؟ بله. در دین اسلام دین یونیورسال است، دین جهانی است، دین تمام خلقت است، دین تنها مسلمان ها نیست. و همین که میگه رب العالمین، این همین موضوعش است که یک دین مطلق چیز است، جهانی است. شما میتونید که زکات تان به دیگه مردم که اگه میخواین و اونا کمک کار دارن بدین. من تکرار از جناب پوهان پروفسور شفیق یونس، استاد فارماکولوژی و نباتات طبی افغانستان که امروز میمان برنامه آمدن، یک جهان تشکر میکنم. و این بود برنامه امروز ما از تلویزیون آریانا افغانستان. تا برنامه آینده سه‌شنبه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس، تشکر. گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس روست. وطن من، شگوفه سخن من، که زن و مرد در اسلام از روزهای مدنی مساوی است. این برنامه سرخ تن وطن کفن آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.